سلام مجدد دوستای عزیز، بازم خوش آمدید به یکی از برنامه های جدیدم. امروز نیلوفر دیگه، واقعا که نیلوفر است. ما براتون میگم امروز یکی از تفنگچه های بسیار قدیمی را که در فیلم های وسترن، هالیوود و بالیوود استفاده شده. البته هفت تا مرمی میخوره که کلتان به او تفنگچه زیاد بلدیه دارین و دیدین. البته زیاد مردم استفاده نکرده، ولی خب با چیرش و با خودم و تفنگچه زیاد آشنایی دارین. ما میخواییم امو تفنگچه رو امروز براتون معرفی کنم، ببینیم که این تفنگچه چی ویژگی خاص داره و از چی وقت این تفنگچه به بازار آمده و استفاده شده در این دنیا. بازم با ما باشین دوست. راجع به سلاحی که دوست عزیز میخواستم براتون بگویم، سلاحی است که اینجا هست، سلاح سمیت ویسون. البته سلاحی است که توسط 3 تا مرد آمریکایی تولید شد، در سالهای 1964 تولید شد و 1991 متوقف شد. بعد از او سال 2018 دوباره به تولید شروع کرد که تا امروز هست. علی طرفدارای خود داره. دیدین شما خودتان آشنایی و بلدیت زیاد دارین به این سلاح که در فیلم های هندی و برای مردای قانونگذار و مرد. البته مطلب ما از پلیس و اینا هست که این سلاح به پلیس و کسی که در قانون کار میکرد ساخته شده. البته برای هر کس ساخته نشده بود. طرفدارای خود زیاد داره. میریم میبینیم که سلاح چی رقم است و از نزدیک برتان نشان میتم. سلاحی است که واقعا بسیار جالب است و این هم 9 میلیمتری می باشه که مرمیاش که میبینین در فیلم ها و اینا نشان داده بود و امروز از نزدیک میبینیم. میخوایم یک کوشش کنم ببینیم که چی رقم است چی رقم نیست. به اون خاطر اینا از چی ندارن ماشه میگن، ماشه نمیخوره. خودش هم اینجا جای داره که برش مرمی رو پرتیم. دوستان میخواییم براتون یکی از بازی هایی که در میال در ذهن ما آمد، البته بسیار یک بازی خطرناک است. نمیخواییم که بازی رو در زندگی خود کسی بازی رو امتحان کنه. امکان داره که شلیک شه و نفر بمره. به خاطر چی که یک بازی است که بعضی از نفرها که میگفتن یک دانه را یک تا مرمی رو دشمن انداختن بعد بسته میکرد چرخش میداد، میگه من فایر میکنم، اگر امو دهدف بود امو مرمی دهدف بود زدم میموری، اگر نبوده هیچ فلانی چیز بردی. مثل قمار واره یک چی است که البته مردم خاطره خوش ندارن از این بازی ها، چون در زندگی خود بازی میکنن. من فقط یادآوری کردم، گفتم یک بازی هم بود امروی همین تفنگچه ها در فیلم ها و یاد دیدیم، اما در خدا کنه که در زندگی نرمال کسی بازی رو انجام نده. حال ما میخواییم سر فیلم بردارم همین بازی رو انجام بدیم. یک تا من میپردم بسته کنم شور بتم بگویم، اگر خورد خورد و نه اگر نخورد میزنم کامره رو مشکنانم. دوستان دیدین در فیلم های هندی و یا که فقط نشانه میگیرن و دودی شپف میکنن. البته همو اکتا خواست مام بکنم تا در گرنگ است، میکنم یک گرنگ است که
هیچ. بله، دفل ما پی رقم میکنه وی رقم میکنه. دوستا میخواستم براتون مرمی های تفنگچه رو نشان بدم. البته نسبت به مرمی های تفنگچه های دیگه بسیار زیاد فرق داره، هم دراز است و هم یکمک بزرگتر است، چون مرمی های دیگه که بود یکمک باریکتر و کوچکتر بود. این مرمی با ای باعث میشه که مرمی بزرگ است و باروتش هم زیاد است، داخلش تا 300 متر و 320 متر دورتر میتونی مرمی شلیک شوه و بره، ولی مرمی های دیگه از 100 متر زیادتر نمیره. و تفنگچه‌ش هم که خودتان قسمی که دیدین بسیار زیاد متفاوت بود، فرق میکرد نسبت به تفنگچه های دیگه. ضربه زیادتر است و یگانه اندکترین اشتباه و فشار دادن به یک نقطه امو جایش که ما فایر میکنیم، اندکترین فشار باعث شلیک میشه، ولی تفنگچه دیگه ای رقم نیست، چون این تفنگچه نسبت به اون تفنگچه های کم قدیمی تر هم است و فرق میکنه. میفهمین دوستا چی رقم باید مرمی پرتیم؟ ببینین واس شد مرمی این رقم. وقتی که بخواین مرمی رو بکشین، بازی رو بکشین به این شکل، به این رقم میشه. وقتی که اینجا رو فشار بتین مرمی بکنه، یکم که باید دقت کنیم، چون گفتم اندک فشار دادن به اینجا، البته اگر اینجا رو فشار داده باشیم طرف خود بعد بازی اگر میام دست ما به این بخوره خیر میشه. این تفنگچه یکمه که با آدم استرس میده، بخاطر از این من استرس من شاید دهی باشه که من این تفنگچه نو است، من نمیتونم امروی از این قدر زود فایر کنم. به مخاطر من یک نفر پالی خود آوردیم که کمکم میکنه، چون تفنگچه بسیار زیاد خطرناک است و فرق میکنه از تفنگچه دیگه. من بر من یاد دادن، تعلیمش دادن، ولی بازم فایر اول من نمیخوام خودم کنم، باید خودشان فایر اول بکنه، بعد از باز من فایر میکنم. خب من کاغذ بند میکنم، بازم مثل همیشه از 5 متر دورتر شلیک میکنیم. آف بیرینجی سیز چی یپر؟ بیرینجی سیز آتش یپر. اوه دادف خورد. بس است، بسیار گرنگ است تفنگچه. اون نفر که زد ده خورد، من که زدم ده ایجه خورد، فایر که کردم و فایر دوم مام ده ایجه. ده فایر دوم یکم اک ترسیده بودم، ده دف نخورد، فایر اول که بود خوب خورده. مرمی هایی که ما شلیک کردیم، البته خالی هایش در داخل خود امی تفنگچه میمانه دیگه. تفنگچه که است امی خالی هاش کلش پایین مفته یا از پشت تو میپره، مفتازی دم داخلش میمونه که خودت باز میکشی باشه به این شکل کاملا خالص داخل.
خب دوستای عزیز، بازم رسیدیم به قسمت آخر برنامه. البته تپانچه که امروز براتون معرفی کردم، دیدین تپانچه بسیار قدیمی و جالب، نسبتاً متفاوت از دیگه تپانچه ها که البته دیدین که در فیلم های هندی و یا زیاد استفاده میشه و مو بازی هایی که باش همراهش میکردن که وقتی که کلش یک دانه در داخلش مرمی میمونه چرخش میتن، میگه اگه خورد جانت میموری، اگه که نخورد اونه تو بردی. دیگه این بازی هایی هست که البته مردم ازش خاطره خوش نداره و امیدوار هستم که چیز از این بازی ها انجام نده. بازم تشکر از اینکه برنامه ما را دیدین و ما را حمایت میکنین. چنل یوتیوب تلویزیون همدم را سابسکرایب کنین، لایک و کامنت یادتان نره. پیشنهادات انتقادات شما پذیرفته میشه و تشکر از شما.